مثال یک، تحلیل مکانیزم لغزنده یک پیستون در داخل سیلندر در حالت دو بودی. همانطور که در مبحث نوار ابزار کانسترینت گفتیم، یک مثال از فرمان انیمیت کانسترینت در اینجا انجام می شود. برای تحلیل مکانیزم لغزنده یک پیستون در داخل سیلندر به صورت دو بودی که در رشته مکانیک اصطلاحاً به آن کرانک سلاید گفته می شود، ابتدا یک خط کمکی با استفاده از فرمان اکسیز رسم سپس با فرمان پروفایل دو خط متقاطع که این دو خط متقاطع این خط کمکی رو قطع میکنه و پس از اون با استفاده از فرمان رکتنگل یک مستطیل در انتهای این دو خط متقاطع رسم میکنیم. با استفاده از فرمان constraint defining dialog box نقطه انتهای این خط را بر روی این ضلع مستطیل منطبق می نماییم. همچنین نقطه ابتدایی این خط را بر روی خط کمکی با استفاده از فرمان فیکس تثبیت می کنیم و تمامی خطوط را با فرمان constraint اندازه گذاری میکنیم. همچنین این زاویه را نسبت به این خط با اجرای فرمان animate constraint و انتخاب این زاویه پنجره باز میشه که نشون دهنده پارامترهای فرمان animate constraint میباشه. همونطور که مشخصه زاویه در اینجا 45 درجه است و به عنوان first value در اینجا نشان داده شده. Last value در این قسمت مقدار زاویه نهایی را وارد می‌کنیم که زاویه 360 درجه میشه. Number of step مقدار گام یا سرعت حرکت این مکانیزم را نشان می‌ده. هر چقدر مقدار number of step بالاتر باشد، سرعت انجام این سیکل کمتر شده و دقت آن افزایش می‌یابد. مثلا مقدار آن را 300 قرار بده. در قسمت اکشن میتونیم این فرمان را به صورت‌های مختلف اجرا کنیم. همچنین در قسمت آپشن طریقه حرکت دادن این مکانیزم را به صورت‌های مختلف نشون میدیم. حالت اول وان شات. برای اجرا کردن این فرمان بر روی گزینه ران انیمیشن یک بار کلیک چپ میکنیم. همونطور که مشاهده می‌کنیم یک بار این فرمان اجرا شد به دلیل اینکه در قسمت آپشن فرمان وان شات فعال بوده. اگر فرمان ریورس رو فعال کنیم و سپس ران کنیم یک بار این عملیات انجام شده و یک بار هم به صورت برعکس ریورس انجام میشه. چنانچه بر روی لوپ کلیک کنیم و این فرمان را اجرا کنیم این فرایند به صورت پیوسته تکرار میشه. با کلیک کردن بر روی استاپ انیمیشن اجرای این فرمان را متوقف. حال اگر نمبر آف استپس را عدد 100 وارد کنیم و بر روی ریپیت تکرار کنیم، یعنی این سیکل را به طور پیوسته تکرار کنیم و بر روی فرمان ران انیمیشن کلیک چپ کنیم این فرمان با سرعت بیشتر و به صورت پیوسته تکرار خواهد شد. فرمان ران بک انیمیشن دقیقا این مکانیزم را به صورت برعکس انجام می دهد. چنانچه مقدار number of steps را کمتر کنیم سرعت انجام این مکانیزم بیشتر می شود.
گزینه هاید کانسترینت برای پنهان کردن قید گذاری های انجام شده استفاده می شود.